امروز دوباره اومدیم سراغ کریر تدلاسو و شروع رسمی فصل دوم رو میخواییم داشته باشیم که همونجوری که میبینید اومدیم تو پریمیر لیگ. اگه 7-8 پارت قبلی رو ندیدین پیشنهاد میکنم که حتما ببینید، چون درسته که الان یه شروع جدید و قراره که دوباره بازیکن بخریم، دوباره از اول فصل رو شروع بکنیم، ولی ماجرای صعود کردنمون تا اینجای کار و رسیدن به پریمیر لیگ به نظر من خیلی جذاب بود و اتفاقایی که افتاد خیلی زیاد بود. پیشنهاد میکنم حتما پس ببینید، ولی خب اگر تازه ملحق شدیم به این سری ویدیو و تا الان اونا رو هم ندیدین، یه جورایی میشه گفتش که میتونید از این قسمت به بعدم ببینید. اینم خودش یه ماجرای دیگه یه و قراره که تو پریمیر لیگ بازی بکنیم و خیلی کار داریم دیگه، خیلی کار داریم واسه قسمت اول. پس دیگه بیشتر از اینجا صحبت نمی کنم، ویدیو رو لایک بکنید، کامنت بذاریم و از همه مهمتر سابسکرایب بکنید و بریم شروع بکنیم ببینیم که چه خبره. خب از اونجایی که توی ریسک اخراج شدنیم یه سری ابجکتیوها اینا هستش که من یه سریشو همینجوری خوندم و تقریبا سعی کردم که انجامش بدم قبل اینکه بیام این ویدیو رو بذارم، از 49 رسوندم به 57. سعی می‌کنیم ما این دوتا هدف و این سومی که مال مالی بود انجام بدیم، دیگه منیجرمون یه جورایی به حاشیه میرسه که دیگه اخراج بشون نیست. چند روز بریم جلو که وگا منچستر یونایتد 28 میلیون میخوادش، ترغیب شدم بفروشم، ولی گفته تا 37 میلیون هم جا داره این بازیکنو بفروشی. ببین ما بریم مذاکره بکنیم، چون وگا بازیکنیه که رایگان خریدیمش، خب خیلی هم دوستش دارم و خیلی دیدین دیگه گیم پلی هایی که مثلا خودمون میرفتیم بازی میکردیم و وگا رو میذاشتیم خیلی خفن بود، ولی تو بازیایی که سیم میکردیم خود به خود مثلا میومده بازی میکرده و فلان و اینا، من ندیدم چیز خفنی ازش جایی زده باشه. به نظرم عدد قشنگیه، اگه بتونیم تا 30 مثلا 3-4 میلیون بفروشیم بازیکنی که رایگان خریدیم دیگه، یعنی همه جوره سوده واقعا. خب به خاطر همین بریم یه مذاکره داشته باشیم. من یونایتد به نظر میادش که گیرزلاب دست به نقدن اومده که بده پولو. خب تنهاق رو نگاه کن، تو رو قرآن تنهاق اومدش شخصا با تدلاسو صحبت بکنه ببینه که سرش رو چقدر خوب ساختن. دقت کنید دقیقا همین شکلی، یه فراز و نشیب عجیبی داره سرش، اینو خدای خوب ساخته بودن. خب سواب میتونیم بکنیم میدفیلد، الان ما میدفیلد میخوایم، کازمیرو که گرونه، اریکسن هم که به دردمون نمیخوره، اسکات مکتومینای گزینه جذابیه، اسکات مکتومینای، دونی فندبیک، فرد، دیگه چیز دیگه هم. ببین مکتومینای واقعا گزینه خوبیه، من یادمه توی یکی از کریرام خریده بودمش، یادم نیست کریر بارسا بود یا دورتموند بود، شاید هم تو اون کریرهایی بود که فیفای 21 میذاشتم، اولین کریرها. یادمه توی یه تیمی یه جایی من مکتومینای خریده بودم، تعویضی خوب بود، خب چون پتانسیلم داره، 26 سالشه، 81 فکر کنم تا 83-84 شد کم کم بره، خب چیز جذابی میتونه باشه. بعد سنتر بکاش هم یه نگاه کنیم، رافائل واران و لیساندرو که گرونن، هری مگوایر، مگه میشه هری پکو هری مگوایر رو واقعا بخریم آجی؟ یکم عجیب غریبه ولی بعدم نیست واقعیتش. چون الان اون بازیکنی که بهتون گفتم در نظر داشتم واسه خریدن چیز بود، کیلینی بود، ولی خب مگوایر واقعا به دردمون نمیخوره. اریک بایی دوباره برگشته، مثل اینکه همینجا داره بازی میکنه تو اونزبه و اینا میچی، ولی نه بیشوخی ما بیایم همون پول ازش بگیریم. به نظرم الان منطقی ترین چیز پوله، چون حس میکنم که خوب پول بدن. خب ما عددی که ازشون میخوایم 30 چقدر بگیم، این گفته 28 میلیون، اونجا گفته بود تا 37 میلیون هم مثلا میتونی چیز کنی، من میگم 33 میلیون. 33 میلیون به نظرم یه عدد جالبیه. اوکی شد، 33 میلیون بازیکنی رو فروختیم که ما خودمون رایگان خریده بودیمش. دبلیو، یعنی هر جوری حساب کنیم دبلیو، 33 میلیون پولی از ناکجا آبادی اومد تو حسابمون. خب
بعد گودمن هم من گفتم یه دونه پیشنهاد داشتش که هنوز بهش فکر نکرده بودم که خیلی به نظرم خیلی بد پیشنهاد داده. ما اینو ریجکت میکنیم، منتظر بعدی ها میمونیم، چون پیشنهاد قبلیش که منقضی شد 15 میلیون بود، اینجا 13 میلیونه. خب بعد گیلمورمونو هم با اینکه ولیو ملیو الان اوکیه و اینا، ببین اشتباه بود خریدش. چرا؟ از این لحاظ که بازیکنیه که پتانسیل رشد داره و جوونه و الان به دردمون نمیخوره و اگه بازیش بدیم کجا بازیش بدیم؟ جای روی کنت بازی کنه یا بومبرکچ؟ به دردمون نمیخوره. خب به خاطر همین گیلمور قرضی ازمون میخواند و به نظرم چیزی جذابیه و قرضی بدیمش بره دو ساله. خب فقط بیام اینجا، حتی نمیدونم، بذار از اینجا بدون اینکه مذاکره کنیم بگیم که آقا ما اوکییم، فقط یه ساله میخواییم بدیمت، فرقی هم نمیکنه، چون سال بعد و فصل بعد این کریر رو بعید میدونم که ویدیوشو بذارم و بازی کنم، پس چیز خیلی مهمی نیستش یه سال دو سالش. ولی خب قرضی میدیمش، خب 15,000 تا داریم هفتگی حقوقشو میدیم که این به شرایط مالیمون خیلی کمک میکنه. بعد هولتمنم اومدم بفروشم و خودم پشیمون شدم، چون قیمتایی که اینجا بود خیلی پایین بودش. گفتم که آقا تعویضی منویزی الان که داریم اینا رو میدیم بره، مثلا وگا و گیلمور اینا رو داریم میدیم بره، نمیچرخه دادن یا اینا رو داریم همه رو میدیم، یو نیمکتمون خالی نشه. خب مثلا این هولتمنو داشته باشیم، رو نیمکت بشونیمش، خاطر همین نگهش میداری فعلا، دوره چند روز بریم جلو. مثل اینکه الکسیس وگا با منچستر اوکی شد و 33 میلیون رفت و دبلیو، مثل اینکه خیلی خوب کردیم تو پاچه منچستر. اینجا گفته که آره بهترین چیزی که تو میتونستی بفروشی 37,700 بود و 33 فروختی، همه جوره دبلیو، واقعا همه جوره دبلیو، خیلی خوب بود. و آره دیگه اینم واسه همین قضیه چیزی، جیمی تارتو 145 میلیون یوونتوس میخوادش، یعنی بفروشیم بریم هالند بخریم دیگه. ولی نه، خب جیمی تارت یه کسیه که شخصیت سریال و همه جوره میخوایم نگهش داریم، یعنی اگه کریر سریالی و تدلاسون نبود الان این عدده عدد خیلی گنده یه که میتونستیم بهش فکر کنیم، ولی خب نه واقعا اینجوری نیست. الکسیس وگا هم منچستر خریده داره کیف میکنه دیگه، رونمایی و شماره 25 و فلان و اینا. بعد آره گیلمور هم رفت، گیلمور هم یه ساله دادیم رفت، واقعا بنده خدا اینجا چیز میشد دیگه. اینجا حتی هنوز اکسپتش نکردیم، نمیدونم ببین واقعا، چون ما کریر رو سال بعد که بازی نمیکنیم، خب اینکه پتانسیل بازیکن داره سوخت میشه یا نمیشه هم به هیچ جامون نیست. خب به خاطر همین ما ریجکت میکنیم، ریجکت میکنیم چون نیمکتمون خالی میشه و بیکاری مگه بریم بازیکن بخریم واسه نیمکت وقتی بازیکن داریم، هستش بنده خدا نشسته نیمکتو داری گرم میکنه دیگه، نه پس ما نگهش میداریم. خب الکی چیز نکنیم، اینم ما ریجکت میکنیم. 145 عدد خیلی گنده ایه، خب چون مارکت ولیوش 100 میلیونه و این پیشنهاد رو یهو اومدن دادن، ولی نه واقعا نمیتونیم بفروشیم، یعنی الان قشنگ دهنم افتاده دوست دارم بفروشمش ولی خب نمیتونیم. آقا میلان 13 میلیون میخواد بده برای گودمن، که آقا یکم بیشتر بدین. خب میلان هم ریجکت میکنیم، حالا منتظر میمونیم ببینیم که چیز بهتری واسمون میادش یا نه، اگرم نیومدش واقعا، چون ببین الان بفروشمش بعدا پشیمون میشم چون تعویضی نداریم، الکس بالده اگه یه چیزی بشه یا چه میدونم بره فیکس تیم ملی اسپانیا دیگه، بره واسه تیم ملیش و فلان و اینا، هیچ کس رو نداریم. بازی های پی ال هم خیلی فشرده است، خیلی فشرده است واقعا. خب بریم یکم دیگه تمرین و فلان و اینا. جیمی تارتو این دفعه 136 میلیون پاریس سن ژرمن میخواد، بریم آقا جیمی تارتو بدیم امباپه رو بگیریم جوابه، یا مسی رو بگیریم مثلا. بالده رو میخوان 34 میلیون فرانکفورت میخوادش، گودمن رو میخوان دوباره 13 میلیون نیوکاسل. آقا مثل اینکه دیگه قفل شده رو 13، در همون قضیه هایی که شما به من گفتین بد بازیکن میفروشی و فلان و اینا، نتونستیم درست بفروشیم رو 13 قفل شده، هیچ جوره هم مثل اینکه چیزش نمیکنن. ببینیم میتونیم نیوکاسل دیگه الان به نفت وصله دیگه، باید تا 14 میلیون خداییش بتونه تامین بکنه واسمون. یعنی من واقعا لنگ اون یه میلیون هم انگار، نمیدونم چرا خودش 14 میلیون بایدی نمیدم، واقعا نمیدم داستانش چیه، ولی واقعا دیگه یه میلیونه زیاد اهمیتی نداره.
چرا من 15500 اول نفروخته بودم نمیدونم، ولی خب اوکی 13 میلیون دادیمش رفت. من واقعا نمیدونم مال اتلتیکو میلان خار داشت، به اونا 13 میلیون نفروختیم بعد به نیوکاسل فروختیم، بعد تازه نیوکاسل تو لیگ خودمونه این قراره جلو خودمون بازی بکنه، نمیدونم چرا این کارو کردم، ولی اوکی. یه بازیکنی بود که رفته بود تو لیست فروش. آها جالب شد، آقا ژاوی سیمونز و من مارک کرده بودم که بیاد شرایطشو بهمون بگه، قیمتشو اینا رو در بیاره، که اسکاتش موفق بوده و آورده شرایطشو ببینیم چه جوریه. ولیو بازیکن 33 میلیونه در حال حاضر، 79 اوورالش و تا 87 فکر کنم بتونه بره بالا، حقوقش هم 14000 تاست. آقا عالیه، ژاوی سیمونز اون سیمیه که دنبالش بودیم و میخواییم بخریمش. حالا گزینای دیگه مون هم الان بهتون نشون میدم. بابا توندو رو 3400 پی اس وی میخواد. پی اس وی همون تیمیه که ژاوی سیمونز رو داره، برو بریم که احتمال زیاد بتونیم بگیریم. البته نه کنسله. به این فکر نکرده بودم که اون بازیکنه ولیوش اصلا اینجوره به این نمیخوره. ما اینو باید بدیم روش پول بذاریم. اینجا هم همچین آپشنی نداره که روش پول بذاریم، باید یا روش پول بگیریم یا مستقیم ما کنسل. ما باباتوندو رو سعی کنیم با قیمت چقدر بودش اونجا زد افکام، تا 4400 بتونیم بفروشیم. بذار تا 4500 رو یه تست بکنیم. 4500 میخری، 3550 میگه بالاترین چیزیه که میتونم بهت بدم. باباتوندو پستش چی بود؟ سی بی بود، به دردمون نمیخوره واقعا. 3600 میخریش آیا؟ آره 3600 اینو دادیم رفت. اصلا بازیکن جانبی بودش. اون قضیه پی اس پی اینو میخواد و نمیدونم معاوضه و اینا کنسلش، اصلا نمیشه همچین چیزی نشده واقعا. خب آقا این بازیکنایی که من مارک کرده بودم واسه خریدن، این کرکس که از قبل بود الان 19 ساله شده، یه سال گذشته، نمیدونم الان بشه خرید یا نه، ولی فعلا دنبالش نمیریم. ببین جورجو کیلینیو داریم با اوورال 79، یعنی ببین دیگه چقدر یارو افت کرده و پاره است. خب ولی بازیکن فری ایجنت و رایگانه، بازیکن رایگانیه که میتونیم بریم سراغش و حالا بگیریمش به عنوان دفاع وسط. الان مثلا باباتوندو رو دادیم رفت، میتونیم اینو بگیریم به عنوان تعویضی دیگه، چون باباتوندو هم تعویضی بودش. این یه گزینه‌ایه که میتونیم بهش فکر کنیم، حالا چیز قطعی نیستش ولی گزینه جذابیه. برای CAM سه تا بازیکن اینجا من مارک کرده بودم که هولوش سنیشون شبیه همه. ژاوی سیمونز 20 سالشه، کدوس 23 و آلمادا 22 سالشه. ولی نکته‌ای که داره اینه که خب ما اونجا چالش داشتیم که یه میدفیلدر تیم اصلی بخریم، که یکی از اینا رو می‌خواستم بخرم، ولی علاوه پتانسیلی ژاوی سیمونز بازیکن جذابیه، فیس اسکن شده هم داره. حالا فیس واسه مهم نیستش، مهم چیزیه که ژاوی سیمونز تازه مال آکادمی بارسا هم بوده. به نظرم بخریمش، ژاوی سیمونز رو بخریم که بیادش به عنوان سی ای ام بازی بکنه و این ترکیب رو تست بکنیم ببینیم جواب میده یا نه. ترکیبی که ژاوی سیمونز سی ای ام باشه و جیمی تارت نوک، دنی روهاس تعویضی شماره یک جیمی تارت بشه، یعنی برای مثلا استی تو بازی هایی که جواب نمیده بیاد و مثلا کمک بکنه. نمیدونم جواب بده یا نه، ولی برای این کار من یه سی ای ام میخواستم بخرم دیگه، که الان 33 میلیون برو بریم واسه خریدنش که کنسله. بعد همین جای کار زد تو صورتمون، گفت آقا بازیکن رو نمیفروشیم چون تو اون پست بازیکن نداریم و از این چرت و پرتا دیگه. آقا کنسل شد بعدم کنسل شد اب نداره. آلمادا رو میزنیم اسکات بشه، منو دادیم رفت. ببینیم چه رنگی بهمون میده، رنگ خوبی زیاد نمیده چون دقیقا با همون ولیوی که بود فروختیمش، فکر کنم بی اینا که ای داد، نمیدونم چرا ای داد. و جالبه اصلا بالای 13 میلیون نمیشد بفروشیمش، نگاه همه عدداش اینجا ولیو نمیدونم اونا همه 13 قفل شد. اصلا دیدین دیگه 13 و 10 میگفتیم یارو میگفت فقط 13، ما هم دیگه همون 13 دادیم اوکیه دیگه. یارو نحسی 13 بنده خدا رو گرفته بودش مثلا. اینکه خب آقا بریم بازی چلسی رو بازی کنیم. یه راه جدید بازی کردن یاد گرفتم که همتون ماشاءالله بلد بودین و من بلد نبودم، مثلا اینکه تو کریر امسال اومده و مثلا بهش دقت نکردم. حالا الان میریم جلو یکم بازی با چلسی و اصلا جوریه که نمیشه اسکیپ زد، و تو فصلی که تو پریمیر لیگیم واقعا میخوام سعی کنم که خیلی کمتر اسکیپ بزنیم، بیشتر بازی رو بازی بکنیم. برای این قابلیت رو الان چک میکنیم. یه بازیمون هم جابجا شده، بازی ریچموند من سیتی دو روز افتاده جلو، 20 آگست بوده شده 18 آگست، که حالا کاری فعلا باش نداریم.
و ریپورت ماهانه اسکاتمون هم اومده، باید بریم چک بکنیم. بالدر هم میخواستن، منقضی شد که کلان هیچی. 34 میلیون هم اسپرس دنی روهاس رو میخواد، که با اینکه الان تعویزیمون شده دنی روهاس، حتی فعلا تعویزی نیست، تا موقعی که سی ایم نخریم تعویزی نیستش، ولی بازیگر سریاله دیگه، نمیفروشیمش، کاری با فروشش نداریم. آها یه نکته هم بگم، بچه‌ها همه میگفتن زاوا زاوا همون زلاتان اینی که اومده توی سریال اونو بگیر و اینا، بعد دیدم که آقا چون ما الان فصل دومیم زلاتان بازنشسته شده، اصلا نیست. یعنی هر چی سرچ کردم زلاتان ابراهیموویچ توی کریر مود فصل دو من نیست، و خیلی دوستشم خودم زلاتانو بخرم، ولی نیست دیگه، نمیشه واقعا کاریش کرد. بعد بریم بازی بکنیم دیگه، بریم بازی با چلسی رو انجام بدیم و ببینیم که چه جوریه. کنفرانس و اینا رو واقعا حوصله‌اشو ندارم، اینو اسکیپ میکنیم. و ببین من همیشه میامدم رو گزینه یا پلی یا سیم، ولی مثل اینکه یه قابلیتی به اسم پلی هایلایتس اومده و میخوایم الان اینو تست بکنیم. تیممونو دست نمیزنیم دیگه، همه هستن، بالدر، رویکنت، اوبیسانیا، دیکسون، آره واقعا تیم کاملیه. و ببین پلی هایلایت یعنی اینکه فقط حمله های چلسی و حمله های ما، و پلی اتکونلی یعنی فقط حمله های ما، یعنی ممکنه که دوتا گل بخوریم یه موقعیت هم دستمون بیادش، که خب اونجوری زیاد جالب نیستش. بخاطر همین پلی هایلایت رو میزنیم ببینیم که چجوریه. واقعا میگم اولین باره که دارم اینو میزنم، نمیدونم چی به چیه. یه بارم اسکیپ کنیم که اصلاشو نداریم، ولی این رسما اولین بازیمون تو پریمیر لیگه. اینجای کار اصلا کنترل بازی دست ما نبودش. آقا دقیقه دو اولین حمله ما، موقعیت سانتر با اوبیسانیا، ببینیم چه جوریه. که ریدیم حمله اول ریدیم، اوکی. حالا حمله واسه چلسیه، دقیقه 19 بازیه، و ببینیم قابلیتی که میخواستم تستش کنم واقعا. یا اول فصل کیه؟ لوکاکوه؟ پشمام لوکاکو رو برگردوندن، یا حضرت پشم، مرسی. و تمام شد. حالا دوباره حمله بازی چلسیه، کورنر دقیقه 21، و قبلیو که خوب گرفتیم، البته خوب که نزدیک بود بخوریم، ولی امیدوارم که اینم بتونیم دفعش کنیم. و عالی عالی، نمیدونم چرا توپ زدم بیرون، ولی یه موقعیت واسه ما، یه موقعیت واسه ما دنی روهاس، موقعیت خوبیه، خدایش موقعیت خوبی آجی، موقعیت خوبی آجی. پشمام دنی روهاس گل اول، چه باحال آجی اینجوری بازی کردن، نمیدونم چرا تا الان این کارو نمیکردم، خیلی حال میده. نه نمیدونم من زیادی واسش هایپم یا الان شمایی که دارین اینم میبینید هایپ شدین، به نظر چیز باحالیه. اینم بریم گل بزنیم دیگه آجی. ای ای ریدم ریدم، یعنی یه لحظه برینی دیگه موقعیت مجدد بهت نمیده. نیمه دوم حمله چلسی، این ایناست که بعده واقعا. البته دفاعمون هستن بچه ها، جا نموندن. مکادو رو داریم بابا، جی جی مکادو این کار است. آقا دبلیو یکی چه ما دقیقه 72 کورنر، بازی تو استنفورد بریج هم هستش، اگه بتونیم ببریم چی جالب میشه. و میشد بزنه ای، پاس بدی دادم ازی، چه پاس بدی دادم، دوباره حمله واسه ماه، مرسی. چلسی تو قوطی ها، دقت کردین؟ این کیه؟ بوکاری چرا اومده تو؟ بوکاری رو کی را داد؟ ای چرا کورنر رو نذاشت بزنم؟ دقیقه 85 ضد حمله چلسی، بابا ضد حمله چیه؟ من کورنر داشتم بیناموس. بیا رید ضد حمله شون به یه پاس هم نرسید و تموم شد، بازی رو بردیم. ببین یکم بی سر و ته میشه بازی، ولی جالبه. من حالا نظر خودم اینه، الان میخواستیم تست کنیم این قابلیت رو، نظر خودم اینه که آقا تو پریمیر لیگ همه بازی ها رو اینجوری بریم بازی بکنیم، از اون طرف حالا یه سری هم سیم میزنیم، از اون طرف بازی با تاپ 6 رو کامل بازی بکنیم. الان مثلا تاپ 6 بود چلسی، ولی بازی اول بود و میخواستم قابلیت رو تست بکنم، که یکیش با گل روهاز بردیم، حس بکنم زیادی ایزیه. شاید مثلا این مدل بازی با درجه سختی آلتیمیت چیز جذابی بشه، نمیدونم، برای بازی بعدی اینو تست میکنیم ببینیم چجوریه. ولی خب چلسی رو یکیش بردیم. بازی بعدی با من سیتیه، میخوام همین قابلیت رو رو آلتیمیت تست بکنم، یعنی درجه سختی ماکسیموم این قابلیت ببینم چجوریه.
و تایمش هم یکم بیشتر میکنم، شاید مثلا تعداد موقعیت ها اینا بیشتر بشه. کیو میخوان؟ اوبرین فکر کنم دروازه‌بانمونه، نه خب کنسل، اگه دروازه‌بان باشه که کنسله. بعد جیمی تارت هم که ماشاءالله اوورالش همینجوری روزانه داره میره بالا. ببین بگم جلو بازی با من سیتی قبلش، آها این دروازه‌بانمونه، پس این کی بود؟ آها این دروازه‌بان ذخیره‌مونه میخوان ساسولو، بعد ناتیچه رو دروازه‌بانامونو یوهو جفتشون رو با هم میخوان. هجی داستان چیه؟ کار خاصی کردن؟ یک کلینشیت جلوی چلسی بود دیگه، چرا یهو همه دروازه‌بانامون خواستن؟ و جیمی تارتو 125 میلیون این بار پورتو میخوادش، که اصلا میگم باید اینا رو بلاک کنم آفراشونو. برو بریم واسه بازی با من سیتی که اون قضیه که گفتم میخوام انجام بدم. میریم تو قسمت کجا بود، گیم سیتینگ، درجه سختی رو میاریم روی آلتیمیت که بالاترین سطحشه، و البته اینم میتونیم آن کنیم، سخت‌تر میشه فکر کنم، ولی فعلا آف باشه. 6 دقیقه هم میکنیم بازیو و پلی هایلایتش رو میزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. نمیدونم خودم هم واقعا غیر چه اتفاقی بیفته، ولی فکر کنم باحال بشه. برو بریم منچستر سیتی ریچموند توی استادیوم ماه، چون بازی قبلی تو استانفورد بریج بودیم، این تو استادیوم ماه. ببین من سیتی که واسه اون ایزیه دیگه، توی فصل پیش یادتونه باهاش چیکار کردیم، ندیدین حتما اون قسمت رو ببینید. بعد آره دیگه بازی شروع میشه، ببینیم موقعیت اول چجوریه. موقعیت اول واسه ما دقیقه 7، خیلی هم عادی، یه پاس خوشگل، تعویض منطقه بازی، هیوس، روی کنت برای هیوس. چرا انقدر زیادی دوید؟ توپ عقب بود، خودش هی میرفت جلوتر، ضد حمله برای ما دوباره. التیمیت کردیم، بازی داره بهتر به اون حال میده. بومبر کچ دوباره برای دنی روحاس. آلی دنی روحاس رو من میخواستم نیمکت کنم، چه بازی داره میکنه پشما. رسید به توپ، بابا رسید به توپ، توپ نرفت بیرون، چرا نذاش ادامه بدن. حالا موقعیت اول واسه من سیتی، موقعیت سانتر ایلکای گوندوغان، اینجا جاییه که گل میخوریم فکر کنم، مگر اینکه خلافی ثابت شه. یا بس بسی خودش رفت بیرون، دمش گرم. ولی خب اتک بعدی هم دوباره واسه من سیتیه، اتک بعدی هم دوباره واسه من سیتیه. دفاعمون هم همه جا موندن، چرا؟ وای چرا هیچ دفاعی نمونده بود؟ یه دونه دفاع کلا واسم مونده بود، ولم کن. دوباره موقعیت واسه من سیتی، پاره شدیم. آجی دفاعم چرا نیستم باز؟ آقا مکادو میزنی، مرسی. مکادو اینجا نجات داد، دفعه پیش مکادو کجا بود؟ این حمله مال ماه. بعد حمله های ما همه وسط زمینه، حمله من سیتی پشت 18 مونو تک به تک، حمله ما وسط زمینه، ولی خب اب نداره. یا بلفظ همه دفاعشون هستن هنوز، ولی دنی روحاس وای چرا گل نشد؟ بابا چرا کورنرشو نمیده بزنم؟ جلو خودم کورنر شد، بده کورنرشو بزنم دیگه بیناموس. چرا واقعا پشمام؟ آفساید، تو رو خدا آفسایده. مهم نیست آفسایده یا نه، مهم اینه که دروازه‌بان من میزنه سر اول، و بابا بازم زد حمله من سیتی. چرا تیم اون بد داره زد حمله میخوره تو این بازی ها؟ بر نمیتابم من اینجوری. مرسی آقا دیکسون، خداییش یه موقعیت دیگه باید بده. ای بابا دوباره زد حمله من. آقا این قابلیت خیلی چرت و پرته، حال نکردم باش. خداییش بازیه رو از اول بازی میکردیم سنگین تر بودا، همش داره زد حمله میده به من سیتی. خب داداش الان سوالی که بازم پیش اومده اینه که این همه زد حمله دادی به سیتی، یعنی قبلش ما حمله ای کردیم که ضد حمله شده، چرا حمله رو به من نمیدی؟ بیا تموم شد بازی، یکیش باختیم. آقا قابلیت ناقصیه به نظرم، چیز باحالیه ولی ناقصه. چه آقا داره میگه ضد حمله در حالی که حمله شو نکردم، ضد حمله شو دارم میخورم. بابا حمله شو بده حداقل. نمیدونم یکم یه جوری. حالا بازی بعدیمون نمیدونم با چه تیمیه، ولی واسه بازی بعدی میایم قابلیت اتکانلیو بزنیم ببینیم فقط اتکا رو بهمون بده چه جوریه. بازی بعدی مثلا کاراباو کاپه، کاراباو کاپی که اصلا اسکیپش باید بزنیم. آقا وضعیت منیجریمون هم خیلی خوب شد،
لایک رو گرفتیم و فعلا اخراج نمیشیم خدا رو شکر. خب بریم ببینیم بازی چه جوریه شرایطش. آره ای بابا، بازی بعدیمون هم با تاپ 6 دوباره با تاتنهام هاجی. رگباری چلسی، سیتی، تاتنهام، سه تا پشت سر هم. چرا؟ به چه دلیلی؟ نمیدونم چه جوری. البته بذار بریم جلو، بذار تا بازی این کاراباو کاپه بریم جلو که دو هیچ بردیم دیگه، منطقی اصلا تیمه بکنم واسه ردوی 3 و 4 اینا بودش. فابیو ویرا رو من زده بودم اسکات بکنه، فابیو ویرای آرسنال سی ایم، نتیجهش اومده که میتونیم ببینیم آیا میشه خریدش یا نه. و دوباره روحاس رو میخوان، دورتموند این دفعه میخوادش، دفعه پیش اورتون میخواستش. جیمی تارت و مکادو هم منقضی شد. آقا بریم چند تا بازیکن جوان بگیریم ببینیم که چه جوریه شرایطش. اینجا 4 تا بازیکن واسمون پیدا کرده که دفاعن، قرار بود ما دفاع هم داشته باشیم دیگه. خب پس اینو بگیریم، اینو ساینش میکنیم. اینا هم همه دفاعن، نمیدونم کدومو بگیریم. اینو بگیریم، نمیدونم چرا. من هنوز این قضیه جوون مونا رو زیاد نفهمیدم چه جوریه، ولی اینو گرفتیم. این همین جوونا رو آورده بود، اون یکی ببینیم چی آورده برامون. یه سری بازیکن وینگر مینگر آورده که فکر کنم بازیکن خوب توش باشه. نمیدونم مثلا این زده پتانسیل 66 تا 90، نمیدونم دقیقاً یعنی چی، ولی میگیریمش مثلا. خب من واقعا نمیدونم مثلا این زده پتانسیل 72 تا 94، ما اینم میگیریم. خب بعد میریم ببینیم اینا همشون حقوق دارن و مجانی نیستن. بعد بریم ببینیم اون قضیه چیزه اتفاقی واسهش افتاد، چلنجایی که داشتیم، یعنی داریم درست میریم یا نه. آها اولیش درست بود آقا، اونی که گفته بودش دو تا بازیکن پست دفاع بخر که خریدیم درست بود. اون یکی که گفته بود سه تا بازیکن جوان‌تر از 20 نمیدونم پتانسیل فلان، اون هنوز انجام نشده، ولی دو تا بازیکن اول دفاع درست بود خریدش، اونا رو درست انجام دادیم. اوکیه، کلینشیت اولمون هم انجام دادیم که جلو چلسی بود و انجامش دادیم. هدف بعدی اون خریدن میدفیلد بود که هنوز نتونستیم انجام بدیم، باید حتما بخریم. پروفیتمون هم 80 میلیون پروفیت داشتیم. چرا 80 میلیون تا الان پروفیت داشتیم یا سود داشتیم؟ باید دو تا بازیکن ضروری هم بخریم که باید بخریم، نمیدونم چرا نمیخریم. اینجا رو می چک بکنیم ببینیم که بازیکن با اون قابلیتایی که میخواستیم کیا رو پیدا کرده. یه دونه ژاو گومز بود، یه دونه کالوین فلیپس بود، سی دی ام. البته سی دی ام فعلا واسمون خریدش ضروری نیست، مثلا سرخیو بوسکس هم واسه آورده. بعد بوسکس قیمتش خوبه، 13 میلیونه. دنیس زکریا هم خوبه. آجی رویکن تو من خیلی دوستش دارم، ولی بیایم قبول کنیم که تیم نیاز به سی دی ام داره و دنیس زکریا واقعا سی دی ام خوبیه. نظرتون چیه با خریدنش؟ چون ما بهمون گفته یه میدفیلد بخر، حتما نگفته سی ایم بخر. که به نظرم بریم دنیس زکریا رو، چون الان تو خود سریال هم رویکن تو کادر باشگاهه دیگه، بازی که نمیکنه، کنار مربی میشینه. خب به نظر من الان فصل دوم رویکن دیگه به درد بازی کردن نمیخوره و خیلی کنده. برو بریم آقا، دنیس زکریا تو اینایی که آورده بود واقعا گزینه جذابی بود. رقمی که پیشنهاد میدیم 37 میلیون گفته، ما پیشنهادمون یعنی مثلا آلگری الان جبیش نیستن، ما میگیم 45 میلیون. نمیدونم چرا 45 میلیون میدی، میگه 48 تا 500، تقریبا خوب گفتیم یعنی. خب اوکیه، میشه خریدش و میگیریمش. آره واقعا میگیریمش، 48 تا 500 گفته، ما میگیم چرا دارم میبرم بالاتر رقمه رو، 48 تا 500 ما میگیم 46 تا 500، 2 میلیون بیا پایین. میتونی دبلیو دنیس زکریا بازیکنیه که خریدیمش آقا، همین الان با خودش هم صحبت میکنیم که نگن دنی صحبت نکرد. آقا زکریا میادش که چهره اسکن شده بسیار زیبایی داره، البته الان اصلا این شکل نیست تو واقعیت. اسکادرولش اکسپت، حقوقش چقدر بالاه، 5 ساله میخواد، 26 سالشه، 4 ساله میخواد، ببخشید 4 ساله 23 سالگی میخواد، مهم نیست، اکسپت میکنیم. و چیزم نمیخوایم، بند آزادسازی هم میدونید که من اصلا باش حال نمیکنم هیچ موقع. حقوقی هم که میخوایم بهش بدیم ما 80 هزار تا میدیم، به اندازه یوونتوس پولدار نیستیم.
خب ولی یکم ساینینگ بونوس و اینا هم بهش میدیم، 100 هزار تا هم ساینینگ بونوس و سابمیت میکنیم ببینیم خودش چی میگه. ای اوکی دو، چرا پس انقدر اونجا داشت بالا میگرفت؟ نمیدونم، اونجا یوونتوس داشت خیلی بهش، ما 20 هزار تا پایینتر از یوونتوس بهش دادیم، مثلا گفت اوکی. جیمی تارت اصلا دیگه میچرخه واسه خودش تو باشگاه دیگه، اومد یه دستی داد و باش و واقعا بازیکن خوبی خریدیم، واقعا بازیکن خوبی خریدیم. اوبیسانیا و اینا میان یه هیزبازی در میارن از آقا دبلیو ریت 30 داد، یعنی خیلی میتونستیم ارزون تر بخریم. تا چقدر میشد ارزون تر؟ تا او میتونه سی بی هم بازی بکنه، زکریا با جان ماس مقایسه شده و میتونه سی بی بازی بکنه، خیلی جالب شد. پس آقا چون هافبک خریدیم، یه جورایی میشه گفتش که دیگه نیازی به خریدن سی ایم نداریم، حالا آلمادو رو سب میکنیم تا نتیجه اسکاتش بیاد، به نظر بازیکن خوبیه. سی بی زکریا حتی اوکیه ها، همه شرایط سی بی بازی کردن هم داره، ولی خب بذار یه دقیقه وایسا. جان ماس که داره بنده خدا بازیشو میکنه، خب من میگم جان ماس اینجا بمونه، بعد این بیادش جای رویکنت، یا نمیدونم، بذار سی بی بازیش بدیم ببینیم نتیجه چی میشه، آیا جواب میده یا نمیده. خب جان ماس مثلا بشه تعویضی سی بی مون. ابجکتیو خرید بازیکن میدفیلدمون انجام شد، اینجا هم یه میدفیلد دیگه با 6 میلیون سود میخواد تا انجام بشه و این چالنجمون هم انجام بشه، یه جوری دیگه اصلا اخراج بشه نیستیم، همین الانش هم میبینید اون بالا اول قسمت کجا بودیم الان کجاییم. پس چالنجا اینجا رو جدی بگیرید که خیلی مهمه. برو بریم بازی بعدی رو بریم، دیگه ویدیو داره طولانی میشه، بازی بعدی رو بریم که با تاتنهام. این بار من میخوام فقط اتکا رو بزنم ببینم چه جوریه، فقط اتکا و ببینیم که این قابلیت جدید چه جوریه دیگه، به درد بخور هستش یا نه. ولی خب دیگه تو ویدیوهای بعدی با تاپ 6 مثلا همین تیمارم هم بازیای برگشتشون رو بازی میکنیم، چون بازیای رفتشون رو این چالنجا زدیم، این هایلایت ها زدیم، سعی میکنیم بازی برگشتشون رو بازی کنیم، یعنی چلسی و سیتی و تاتنهام. همین اول کار دقیقه 23 بازی 0-0 و اتک واسه ما شد، دنی روهاس همینجا یه استوپ خوب شد، من فکر کنم هیچ دفاعی دیگه جلوم نیست آجی، یه دفاع مثل این که بود کنسل، کماکان بازی 0-0 و یه اتک دیگه بهمون داد که سانتر نمی کنم، میگم رویکند بیاد جلو، یه پاس دیگه ریدم یه اتک دیگه، دقیقه 50 و کماکان 0-0 بازی، خوبه. ای بابا این چه سانتری، من چرا سانتر کردم اصلا، واقعا نمیدونم چرا سانتر کردم و یکیچ باختیم، چه یهو بازی نتیجه شد و اصلا گولرم بهمون نشون ندادش. تو اتک هایی که به ما داد کلن 3 تا اتک داد که باختیم، یکیچ باختیم، تا الان 3 تا بازیمون یکیچ شده با این مدل بازی کردن. پس بچه هایی که تو کامنت ها میگفتن پلی هایلایت رو بزن، بیاین قبول کنید که قابلیت خوبی نیست زیاد، نتیجه بازی ها چرت و پرت میشه. البته تا الان همش با تاپ 6 بودیم، بذار ببینیم غیر تاپ 6 هم داریم، همه بازی هامون رو داره با تاپ 6 میندازه آجی. او رسیدیم به ددلاین دی، رسیدیم به ددلاین دی و نمیتونیم بریم سراغ بازی بعدی. خب پس این بازی با تاتنهام بازی آخرمون بود و نتیجه محمد کدوس و آلمادا مشخص شده، بریم ببینیم که میتونیم حرکتی بزنیم اینجا واسه شون یا نه. آلمادا در حال حاضر اوورالش 79 و قیمتش یعنی ولیوش 334 میلیونه، ولی میگه که این بازیکن واسه فروش نیست و نمیتونید باهاش مستقیم صحبت بکنید، تنها راه خریدش اینه که 45 میلیون و 900 بند آزادسازیشو بدین که خب نه گرون در میادش، اگه مثلا میتونستیم مذاکره کنیم با 30 خورده ای میشد خریدش. پس آلمادا با اینکه خیلی خوبه کنسله، میمونه محمد کدوس که قیمتش 27 میلیون خورده ایه، که حالا گفته قیمتی که اینجا میخوان ازتون 36 میلیون ایناست و با فرانکفورت هم به توافق رسیده، یعنی مال آژاکس هنوز ولی میخواد بره فرانکفورت، ما میتونیم یه جورای هایجکش کنیم، وسط را بزنیم و بیادش کلاب ما. حالا شما تو کامنت ها بسن بنویسین بین کدوس و ویرا
کدومشون رو بگیریم؟ آیا اصلا بگیریمشون یا نه؟ چون الان ما زکریا رو خریدیم و احتمال زیاد کیلینی رو هم به عنوان رایگان بخریمش. این 10 ساعت آخر دیگه، حالا شما تو کامنت ها بنویسیم با توجه به تیم چی نیاز داریم برای نیم فصل پریمیر لیگ. واقعا این تیم چه چیزایی نیاز داره؟ به نظر خودم عمق ترکیبمون خوب نیست دیگه، مثلا برای تعویضی و اینا زیاد نداریم. حالا شما هم نظرتون رو بنویسین دیگه، کیو بخریم، واسه چه پستی بخریم، آیا سی ام بخریم مثلا یا نخریم، اینا رو تو کامنت ها حتما بنویسین و منتظر پارت بعدی باشین. و مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسمم دنی پینکمن و تا ویدیو بعد بدرود.